استفاده از پهبادها از سوی طالبان چالش دیگری در برابر نظامیان. کارگیری از این فناوری هرچند حرف تازه‌ای نیست، اما در ماه‌های اخیر این گونه حملات از سوی طالبان بر پایگاه‌های نظامی افزایش یافته است. پس از حمله هوایی این گروه بر قلوردوی 217 پامیر، طالبان یک اندک ارتش ملی در ولسوالی امام صاحب کندز را نیز مورد حمله هوایی قرار داده است. طالبان با استفاده از درون یا طیاره بی‌سرنشین هدف قلوردو و دیروز هم قماندانی کندک اردوی ملی در بسپاری امام سه هوان پرتاب کردن بم پرتاب کردن. آگاهان نظامی میگویند استفاده از چنین فناوری به تنهایی امکان پذیر نیست و کشورهای منطقه در این حملات نقش دارند. آنان میگویند که در حال حاضر در بخش‌های از پاکستان بازارهای آزاد وجود دارند و طالبان از آنجا پهباد و سلاح‌های پیشرفته را به دست می‌آورند. دوی پاسان دل من زوڑلی شي زکه چې دا دسی کمری ندی یا دسی الوتکی ندی چې پډیر لوړه فضا کې پرواز وکي او یا برید وکي. وزارت دفاع ملی هرچند در مورد استفاده پهبادهای طالبان چیزی نمیگوید، اما پیش از این ریاست امنیت ملی استفاده از چنین فناوری از سوی طالبان را تایید کرده است. کمیسیون دفاعی مجلس نمایندگان نیز میگوید که به دلیل ضعف استخباراتی طالبان در نزدیکی پایگاه‌های نظامی حضور فعال دارند. یکی حضور مخالفین مصالح دولت در نزدیکی پایگاه‌های نیروی دفاعی و امنیتی، چونی کمره ها اضافه تر از یک کیلومتر قابلیت کنترل ندارند، و نشان می دهد که مخالفین مصالح بسیار در نزدیکی پایگاه حضور دارند. آگاهان نظامی هر چند این حملات را خطرناک می دانند، اما می گویند که نهادهای امنیتی و دفاعی می توانند به سادگی جلوان را بگیرند.